دوستان و همراهان خوب کانال یوتیوب پرت اکادمی سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم توی این ویدیو میخوام برم سراغ ابزارهای تعاملی حالا ابزارهای تعاملی چی هستن و چه کاربردی دارن رو به طور کامل در ویدیو بهتون توضیح خواهم داد ازتون درخواست میکنم ویدیو رو جلو نزنید همراه من باشید همه نکات رو بهتون میگم بریم ویدیو رو با هم ببینیم <applause> خب در این ویدیو میخوام برم سراغ ابزارهای کانتور و دیستورت با این دوتا مورد آشنا میشیم اول بریم سراغ کانتور دو تا شیپ رو اینجا ترسیم کردم ببینید من اگر برم سراغ زیر مجموعه ابزارهای شدو که در این بخش می‌بینید یه موردی اینجا وجود داره به اسم کانتور روش کلیک می‌کنم که فعال بشه حالا برای استفاده از کانتور نیاز به یه شیپ داریم برای مثال از این شیپ می‌خوام استفاده کنم به محض اینکه ابزار کانتور رو انتخاب کردیم با کلیک و درگ شیپ لبه های شیپ در اصل به سمت بیرون یا داخل ببینید این مورد رو انتخاب می‌کنم به سمت بیرون یا داخل ما یک خط پیرامونی یه استروک جدید میتونیم به وجود بیاریم یه استروک اضافه که یه مقدار کارهای فانتزی تر رو برای ما اعمال میکنه مثلا اگر این رو به سمت داخل ببرم میبینید داره یک استایل از همون شیپ رو برای من به وجود میاره من استروک داشتم پس به همون سایز استروک برای من به وجود میاره و یه رنگ فیل جدید به وجود میاره که در آپشن بار میتونیم این دوتا رو کنترل کنیم یعنی من بیام دستور بدم رنگ استروک این شیپ جدیدی که داره به وجود میاد مشکی نباشه مثلا قرمز باشه اونی داره تغییر میکنه رنگ فیل هم مثلا آبی نباشه بنفش باشه به این حالت که داره میبینید داره تغییرات به وجود میاد من اینو دوباره میزنمش رو رنگ مشکی که بهتر مشخص بشه همین کار رو که انجام دادیم دوباره با در دست گرفتن این مربعی که اینجا وجود داره میتونم تغییرات اعمال کنم یعنی اگر داخل شیپ هم هستش مثلا ببرمش بیرون شیپ یا ببرمش داخل تر یه استایل جدید رو براش در نظر بگیریم الان مثلا من این رو بیرون از شیپم به وجود آوردم کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینه که دوستان عزیز بیایم از پریست هایی که خودش داره استفاده کنیم روی این پریست ها کلیک میکنم پریویو کار رو هم به من نشون میده من میتونم به صورت تعداد شیپ هایی به سمت داخل کار از این کانتور استفاده کنم یا اینکه به سمت بیرون این کار رو انجام بدم مثلا گزینه اوتوارد رو بزنیم تعدادی شیپ جدید با همون استروکی که من اعمال کرده بودم رو اینجا برای من اعمال میکنه و بینید به سمت بیرون گسترش پیدا کرده رنگ فیل داخل آروم آروم از سبز داره به آبی تبدیل میشه به خاطر اینکه شیپ اصلیم رنگش سبز بود و شیپ جدید قرار فیل آبی داشته باشه در کنار اون استروک زرد داشتم و استروک شیپ جدید قرار سیاه بشه و آروم آروم از رنگ استروک زرد به رنگ استروک مشکی میرسیم من اگر استروک رو برای شیپ اصلیم بردارم یعنی میام شیپ اصلیه رو اینجا انتخابش کنم و استروکش رو بذارم روی حالت نان اتفاقی که میفته دیگه استروک شیپ دوم هم برداشته میشه و تغییرات روش اعمال نمیشه نه زخامت اون رو میبینیم و نه رنگش رو کنترل زد بزنم برگردیم به عقب اگر بیام شیپ رو انتخاب کنم رنگ استروک رو عوض کنم آروم آروم از رنگ جدید به رنگ مشکی میرسیم چرا به رنگ مشکی میرسیم دوباره بهتون میگم رنگ مشکی رو برای استروک جدید این بالا اعمال کردیم من شیپ رو انتخاب میکنم میام استروک رو افزایش میدم مثلا میذارم روی 20 پیکسل میبینید استروک شیپ های جدید هم به اندازه 20 پیکسل افزایش پیدا میکنه و حالتش تغییر پیدا میکنه حالا ممکنه دوست نداشته باشید به این تعداد حالات پلکانی از شیپ و استروک جدید رو در کارتون ببینید. شاید دوست داشته باشم بیشتر باشه، کمتر باشه، هر موردی که حالا در ذهنتون هستش. من دوباره میام، کلیک میکنم روی کانتوری که دارم، آپشن ها به نمایش در در این قسمت در بخش پلکانم تعداد 5 رو مثلا کمترش میکنم. هر چقدر تعداد این رو کمتر کنم، تعداد این پله ها کاهش پیدا میکنم و هر چقدر تعدادش رو افزایش بدم، این هم مطمئنا افزایش پیدا میکنه سه تا آپشن هم این قسمت داریم گزینه اوتساید کانتور که این موارد رو بیرون شیپ منتقل میکنه گزینه یا این سایت که همه رو منتقل میکنه به داخل شیپ هم و یه گزینه هم داریم به اسم تو سنتر که همه چی رو تا مرکز ادامه میده ببینیم الان اینو ادامه دادم اگر تعداد این پلکان کم بود اون شیپ اصلیه رو می‌بینید. همه چی داره به سمت داخل میره باز یه رنگی ازش باقی میمونه به با عنوان شیپ جدید ولی اگر من تو سنتر رو بزنم تا انتها سعی میکنه اینا رو گسترش بده ببینید یه همچین حالتی رو براتون به وجود میاره که شما میتونید از دونه دونش استفاده کنید یا آپشن هم بعد از این بخش پلکانی داریم گزینه کانتور آفست که فاصله بین این شیپ های جدیدی که شکل گرفتن رو برای من مشخص میکنه الان 25 ممیز 92 پیکسله من اینو تبدیلش میکنم مثلا به 35 ممیز 92 200 پیکسل این رو اگر بزنم ببینید فواصل بیشتر شد یه بخش جلوتر گزینه کانتور کورنرز که گوشه‌های این کانتور رو برای من مشخص می‌کنه که چه حالتی داشته باشن الان نکتی زن من مثلا میتونم اینا رو گردشون کنم به این حالت حالت راوند داشته باشن یا حالت بیول یا پخ بودن رو براشون به وجود بیارم به این شکلی که دارید میبینید این موارد رو میتونید خودتون کنترل کنید و در نهایت بازم بهتون میگم میتونید برای شیپ جدیدتون اگه استروک دارین رنگ استروک رو تغییر بدین میتونید اگر میخواین رنگ داخل شیپ های جدید رو تغییر بدین اون شیپ نهایی که در انتها شکل میگیره مثلا رنگش رو بنفش کنم یا رنگش رو سبز کنم یا حالا هر مورد دیگه ببینین و مثلا بذاریم رنگ مشکی یه همچین کاری رو انجام بدیم یه حالت فانتزی داره در از کانتور و شما میتونید در کارهاتون در کار تجاری که دارین استفاده میکنین طرحهایی که دارین کلا به وجود میارین از این مورد بهره بگیرید. یه بار دیگه کانتور رو بیارم یه آپشن بالا میمونه گزینه کانتور کالرز روش کلیک میکنم این حالت معمول رنگیمون بود که ما از رنگ زرد آروم آروم مثلا به رنگ قرمزی رسیدیم که اینجا میخواستیم اما من میتونم بیام بگم به صورت چرخه رنگ و طبق الگوی ساعتگرد یعنی چرخش عقربه‌های ساعت برای من رنگو تغییر بده روش کلیک میکنم یه همچین حالتی به وجود میاد برعکس ساعت ساعتم یه همچین حالتی به وجود میاد البته بازم میگم بر اساس چرخه رنگی اتفاق میفته بر اساس سلیقه خودتون میتونید از این موارد استفاده کنید و تا کنترل زدن بر بزنیم برگردیم به همون حالت قبلی که داشتیم اگرم در نهایت خواستین کلا حذفش کنید این کانتوری که وجود داره رو کلیر کانتور رو اینجا روش کلیک میکنید به طور کامل براتون حذفش میکنه اگر از نسخه های قدیمی تر استفاده میکنید و گزینه کلیر کانتور اینجا وجود نداره یا آیکون هست مطمئنا فکر کنم البته زبد در اونجور موارد داشت اگر روش موس اوور کنید مینویسه کلیر کانتور روش کلیک کنید براتون قسمت رو حذفش میکنه خب بیاین بریم سراغ دیستورت زیر مجموعه همین بخشی که کانتور رو انتخاب کردیم یه مورد وجود داره به اسم دیستورت روش کلیک میکنم میتونیم با دیستورت ظاهر شیپ هامون رو تغییر بدیم برای اینکه بهتر متوجه بشین الان این شیپ انتخاب شده من این شیپ بغل دستیشو میخوام انتخاب کنم که کوچکتره اول با پیکتول میام انتخابش میکنم بعد میرم سراغ ابزار دیستورت روش کلیک میکنم حالا در داخل دیستورت به سمت چپ و راست اگر موسمون رو با کلیک و درگ حرکت بدیم ظاهر شیپ تغییر میکنه من در آپشن های رو بهتون بگم که روی گزینه اول یعنی گزینه پوشند پول هستم روش کلیک میکنم فعال که شد میام اینجا با کلیک و درگ به سمت چپ یا به سمت راست ظاهر شیپم رو میتونم تغییر بدم ببینید یه همچین حالتی به دست میاد اندازه یه استروک رنگش و موارد مختلفا باقی مونده یه کنترل زد بزنیم حالا به سمت چپ بریم یه همچین موردی رو الان میتونیم داشته باشیم بذاریم یه مقدار استروکش رو کوچیک‌تر کنم مثلا بذارم روی 5 پیکسل و رنگ استروک رو هم یه مقدار تیره تر کنم که شما بتونید بهتر ببینیدش در آپشن های این قسمت کاری که من میتونم بکنم اینه که دامنه گسترش این شیپ جدیدی که به وجود اومده رو کم و زیاد کنم یعنی همون کاری که به صورت دستی داشتیم انجام میدادیم رو الان میتونیم اینجا عدد بدیم هر چقدر به سمت اددهای مثبت برم یعنی به سمت صفر الان نزدیک بشم به خاطر اینکه منفی هستیم به سمت صفر برم برمیگردیم به همون شیپ قبلی ببینید من صفر رو مینویسم اینتر رو میزنم همون شیپ قبلی رو میبینیم اگر حالا اعداد مثبت رو بنویسیم انگار به سمت راست رفته بودیم انگار شیپ رو درک کرده بودیم به سمت راست مثلا اینو رو میزنم روی پنجاه مثبت و اون مورد قبلی رو الان داریم میبینید یه مورد دیگه رو به روش وجود داره به اسم زیپر اگر روش کلیک کنم کاری که برای من انجام میده یه حالت پره پره شدن رو درست میکنه ببینید کلیک و درگ به هر سمتی میتونه این دندونه ها رو برای من به وجود بیاره اگر مثلا دایره داشتیم شاید میتونستیم تصویر بهتری رو ببینیم این رو ببینید الان اینجوری به وجود اومده من میتونم دوباره دامنه گسترشش رو اینجا کنترل کنم تعداد رو کم و زیاد کنم یا اینکه این خط رو دوباره جابجا کنم اون حالت جدید رو به دست بیارم یه هم این روبرو وجود داره که فریکونسی رو در دست میگیره اگر بیشترش کنم این حالت رو میبینیم اگر کمترش کنم تعداد این دندونا قاعدتا کمتر و کمتر میشه و یه همچین شیپی رو الان داریم اینجا میبینیم همین رو بریم روی یه دونه دایره هم تست کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته این دایره رو داریم رنگ و نفش رو براش در نظر میگیرم بدون استروک و بریم سراغ ابزار دیستورت uh, با همین مورد وسطی کلیک و درگ می‌بینید یه حالت ستاره مانند رو برای من داره به وجود میاره تعداد پرهاش رو میتونم اینجا کنترل کنم یه همچین حالتی به وجود بیاد و میگم دامنه گسترشش رو هم میتونیم کم و زیاد کنیم چه عدد بدیم چه این مورد رو کم و زیاد کنیم به این شکل میتونیم تغییر بدیم ظاهر تمام شیپ هامون رو همین مورد دایره رو چند تا کنترل زد بزنم یا اینکه بزنید یه شیپ جدید به وجود بیاریم مثلا یه شیپ به این حالت با رنگ قرمز بدون استروک و بریم سراغ ابزار دیستورت و گزینه بعدی یه چیزی رو بهتون بگم برگردیم به شیپ قبل روش کلیک میکنم که فعال بشه سه تا آپشن هم این روبرو رو برای مورد وسطی داریم برای این گزینه زیپر سه تا آپشن به نمایش در اومد که در مورد قبلی وجود نداشت این سه تا آپشن چه کاری انجام میدن ببینید گزینه اول همین حالت معمول رو به ما میتونه بده یه مقدار خطوط رو میبینید از یه سمت افزایش میده از یه سمت کاهش میده که این خط رو اگر افزایش بدم میتونید تیز شدنشون و تعداد پرراها رو بیشتر و بیشتر ببینید در شاید کمترش کنم پر هم کمتر خواهند شد و میتونیم ببینیم که از یک سمت این پر شکل گرفته آروم آروم دیگه اینجا چیزی رو تقریبا نمیبینیم چند تا کنترل زد بزنم برگردیم همون حالت قبلی مورد دوم چیکار میکنه مورد دوم این پرا رو نگه میداره ولی یه مقدار نرمترش میکنه گرد میکنه اینا رو روش کلیک میکنم میبینید دیگه تیزی رو ندارم سوم مورد سمت چپ گزینه رندومایز یه حالت رندوم به ما میده روش کلیک میکنم ببینید هیچ شیپ استانداردی نیست هیچ حالت منظمی نداره به صورت رندومایز کاملا تصادفی این خط خود تو کنترل کرده و یه همچین شیپی رو برامون به وجود میاره من میتونم دونه دونه حتی اینا رو به وجود بیارم اگر رو این وسطی کلیک کنم میتونم این آپشن نرم بودن و گرد بودن رو حذف کنم فقط این آخری رو نگه دارم یعنی رندومایز رو نگه دارم یا یعنی اینکه رندومایز رو هم غیر فعال کنم برگردیم به اون شیپ اصلی که داشتیم دونه دونه میتونی اینا رو فعالشون کنی دوستان یعنی هر ستاشون هم با هم فعال خواهند شد و یه همچین حالتی رو در نظر بگیرید براتون به وجود میارن میتونید از این کار هم استفاده کنید بریم سراغ شیپ بعدیمون برای شیپ بعدی میخوام برم سراغ گزینه تویستر تویستر رو انتخاب میکنم و میام روی این شیپ کلیک میکنم البته این شیپ بالایی انتخاب شده اجازه بدیم با پیک شیپ پایینی رو انتخاب کنیم دوباره بریم سراغ این ابزار و توی سر رو در بالا در نظر بگیریم این رو بیاریم و با کلیک و درگ دو تا دستگیری برای من به وجود میاد دو تا دستگیری کنترلی که میتونم ازشون استفاده کنم حالا اگر من این رو به سمت چپ و راست ببرم ظاهر شیپم هم کلا تغییر میکنه به این شکلی که دارید میبینید اگر این دایره رو به چرخونم یه دوران و یک چرخش در شیپ هم شکل میگیره بارها و بارها میتونم این کار رو انجام بدم و یه همچین حالتی رو به وجود بیارم میتونم این دوران و این چرخش رو اینجا هم کنترل کنم همینجوری افزایش پیدا کنه بارها بارها میتونیم 360 درجه رو پر کنیم و دوباره از صفر ادامه بدیم یه دایره جدید به وجود میاره و تعداد این دوران ها رو هم میتونیم جداگانه اینجا مشخص کنیم یعنی بگیم 5 تا دور دوران داشته باشیم دوران ششم رو که الان به وجود اومده به اندازه مثلا 67 درجه 68 درجه یا مثلا 75 درجه بچرخون این مورد رو برای ما میچرخونه این رو میتونیم کنترل کنیم و ازش استفاده کنیم اگر هم نخواستیم هر کدوم از این موارد داشته باشیم روی گزینه clear distortion کلیک میکنیم و همه چی برمیگرده به حالت قبل این مورد رو انتخاب میکنم clear distortion رو برش میزنم یعنی دوباره دایره به نمایش در میاد تک تک این موارد رو دوباره میتونیم کنترل کنید از ابزارهای این بخش برای تغییر ظاهر شیپ هامون تر کردنشون یک سری آپشن اضافه کردن میتونیم استفاده کنیم در ویدیو بعدی مثلا میریم سراغ شادو درست کردن سایه درست کردن و درباره اون مورد باهاتون صحبت میکنم کلی کار میتونیم با شیپ هامون انجام بدیم و تمام این کاری که ما داریم الان انجام میدیم همه وکتور دوستان عزیز کار پیکسلی نیست کار بیت نیست و این حسن رو برامون داره که بعدا هر چقدر سایز تصویرمون کوچیک و بزرگ کنیم کیفیت رو از دست ندیم خب موارد دیگر رو میذارم برای درسای بعدی ازتون درخواست میکنم اینا رو تمرین کنید همه مواردی که بهتون آموزش میدم و تمام آپشناشون مطمئنا مهمن که دارم بهتون آموزش میدم پس تمام این موارد تمرین کنید که تو ذهنتون بهتر باقی بمونه در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پروتا آکادمی سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندید باز هم همراه شما دوستان خواهم بود متشکرم موفق باشید